های، اسم من آیده و خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو قرار همه سوالای شما رو راجع به مدرسه خودم تو آلمان یا کلا مدرسه‌های تو آلمان جواب بدم و یه عالمه سوال پرسیدین سو وقت تلف نمی‌کنم، میریم سوالاتون رو جواب بدیم. 1 2 3 fuck it. یکی برای مدرسه تو آلمان باید آلمانی بلد باشیم یا انگلیسی هم میشه؟ باید آلمانی بلد باشین، ولی اگه میخوای بیای آلمان اصلا نگران نباش، بعضی کلاس‌های آلمانی هستن جدا از مدرسه، خیلی توی مدرسه یاد میدن. برای من اینجوری بود، من چهارم ایران تموم کردم اومدم اینجا دیگه، ابتدایی اینجا اول تا چهارمه دیگه، سنم هم به ابتدایی نمیخورد، قرار بود که همینجوری مدرسه نرمال برم. توی همون مدرسه برای یه سری خارجی ها، چون تو مدرسه خارجی بیشتر بودن، یه کلاس گذاشته بودن، فقط مثلا زبان آلمانی داشتیم، انگلیسی داشتیم، ریاضی و ورزش و سیاست داشتیم، همین 5 تا درس داشتیم. تو اون کلاس هیچ آلمانی نبود، فقط ما خارجی ها بودیم، بهمون زبان یاد میدادن، یکم راجع به آلمان توضیح میدادن اگه سوالی اینا بود، یه جورایی ما رو برای کلاس های نرمال آماده میکردن. اون کلاس رو بعد یک سال بری، فکر کنم بر بعضی فرق میکنه، مثلا من زودتر یاد گرفتم و من اینجوری بودن که بعد 6-7 ماه اینجور بودن اوکی تو مدرسه نرمال هم میتونی بری، ولی فکر کنم نرمالش اینه که تو 12 ماه اون کلاسو بری. یک عالمه سوال شبیه هم پرسیدین. میگه که یه سری درس‌ها رو باید به اجبار بخونی یا نه، کلاساتونو خودتون برمی‌دارین؟ منظورم اینه که مثلا تو رشته تجربی ولی یه سری درسایی که اصلا ربطی به تجربی نداره رو باید بخونی یا نه، کلاسا رو به انتخاب خودتون برمی‌دارین؟ سوالتو متوجه شدم. اکثر مدرسه ها اینجوری هن که تو تا کلاس ششم، حالا اون 4 سال ابتدایی رو چیز نمی کنیم، حساب نمی کنیم، اونا که هیچ انتخابی نداری، ولی تا ششم نه هرچی که خواهشون بگن رو باید داشته باشی، بعد حالا تو رسیدی به انتخاب رشته. بعد اون مثلا دیگه از ششم، هفتم، هشتم به بعد تو بهت هر سال یه خورده انتخاب میدن. پیشونم خانومم یه خورده بهت انتخاب میدم، مثلا اول بین 2 تا درس تو میخوای مثلا دینی داشته باشی یا فلسفه، بعد ما دینی هم داریم، یا مثلا یکم میری جلوتر میگن که تو میخوای نمیدونم میخوای تئاتر داشته باشی یا هنر، میخوای موسیقی داشته باشی یا هنر، و همینجوری این انتخاب بزرگتر میشه تا کلاس 11 هم. اونجا دیگه فقط 3 تا درس اجباری داری، آلمانی، انگلیسی، ریاضی، بعد بقیهش رو همه رو اندیویدیوال برای خود انتخاب میکنی. یعنی الان تو مدرسه ما از کلاس 11 هیچ 2 تا دانش آموزی برنامه هاشون عین هم نیست، چون میگم عین دانشگاه هر کی هر چی که فکر میکنه بهش بعدن احتیاج داره رو برمیداره. یه سری درسای خاص خب باید انتخاب کنی، مثلا از درسای آزمایشگاهی بعد بین شیمی و فیزیک و بیولوژی حتما یه دونه داشته باشی، حالا باز انتخاب با خودته، یا مثلا بعد از درسای هنری حتما یکی رو داشته باشی، انتخاب با خودته، ولی دیگه میتونی مثلا خودت انتخاب کنی چند ساعت تو هفته، نمیدونم چند تاشو میخوای انتخاب کنی، فقط بعد 34 ساعت تو هفته بشه، کمی کمش داریم کسایی که 42 ساعت هم تو هفته مدرسه میرن. میگه من شنیدم ممکنه به خاطر مهاجر بودنمون مسخرمون کنن یا اذیت. درسته؟ نه، به هیچ عنوان درست نیست بچه. من خودم اول میرفتم یه خورده میدونی بچه کنجکاوه، مخصوصا تو اون سن، اینجوری اگه تو کشور شما ماشین دارین، تو کشور شما مثلا نمیدونم برف میاد، چون مثلا از خاورمیانه تصورشون یه دونه صحرای با شتر میری مدرسه میای، یه همچین چیزی متاسفانه، ولی نه اذیت به هیچ شما نمیذارم بکنن، اگر هم بکنن میتونین بریم مدیر، معلم، اینا بگین، حتی امکان داره از مدرسه اخراج بشن، چون اصلا ریسیست بودن توی آلمان جرمه. هستن کسایی که میکنن تو مدرسه خیلی کمه، چون که مهاجرم نن که خیلی 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 زیاده تو هامبورگ، به خاطر همین جا افتاده، شاید مثلا شهرهای کوچیک‌تر بری نظرشون فرق کنه. میگه که مدرسه‌های ایران بهتر یا آلمان؟ آلمان. سوال نبود. سلام، تو ایران مدرسه تقسیم میشن به چند دسته، غیر دولتی و این نمیتونم بخونم، نمونه دولتی و خب تو آلمان چی جوریه؟ توی ایران مدارس خوب دولتی نیستن، با اینکه بیشترین تعداد مدارس دولتیه، یعنی نه معلم های خوبی دارن نه بچه ها دنبال درس هستن، و بعضی مدارس هم سمپات نمیدونم چه سمپات، بچه اگه اشتباه میخونم لطفا مسخرم نکن. خب داره مدرسه های ایران توضیح میده، میگه که تقسیم بندی توی مدرسه آلمان چی جوریه و اینکه از نظر امکانات و کیفیت آموزش بینشون فرق هست. اوکی، ابتدایی که همه جا یکیه، بعدش مدرسه به چند دسته تقسیم میشن، توی هامبورگ یه دونه بیشتره، ولی شهرهای دیگه هم احتمالاً برخودشون فرقای خودشونو دارن، من مهمتریناشو اینجا نوشتم.
اولش گیمنازیومه. گیمنازیوم جاییه که من میرم، بهتونم میتونم بگم بهترین آپشنیه که شما میتونین تو مدرسه آلمانی انتخابش کنین اگر میخواین دانشگاه برید. به جز اون رئال شوله داریم، زکونار شوله داریم، هاپ شوله داریم، بچه شوله میشه مدرسه، شتات های شوله تو هامبورگ داریم، حالا فردا شوله هم داریم، اون خیلی مهم نیست. فردا شوله یکم تا دوازدهمه، هم بعدش هم میری دانشگاه. اونم باز اونقدر معروف نیست تو آلمان، بولد نیست همه برن. من تا حالا نشنیده بودم قبل اینکه تحقیق کنم. اینا اکثرا 13 سالن. به جز گیمنازیوم، همون اولیه که خودم میرم، گیمنازیوم 12 ساله. بعدش دانشگاه میری. امتحان آخری که برای مدرسه قرار بدی، مثلا دیپلمتو بگیری و توی گیمنازیوم میری. توی شتات های شوله هم میتونی امتحان رو بدی، ولی میگم یک سال بعد بیشتر درس بخونی. توی بعضی گزامتشوله ها هم میتونی اون امتحانو بدی، ولی اگه توی گیمنازیوم بگیری خب خیلی بهتره، دید اجتماع به تو فرق داره. چرا؟ چون اکثرا کسایی که هدفمندن گیمنازیوم میرن و یکم موندن اونجا راحت نیست. سو به خاطر همین هم فکر میکنن خیلی باهوشی اگه اونجا میری، حتی امکان داره نباشی. ولی چون سیستم نمره دهی ما خیلی سفت و سخت تره و یه سری چیزا رو خب بعد سریعتر درس بدن، چون میگم یک سال تایم کمتره. البته تا کلاس دهم تقریبا همونه، فقط یکم مثلا میگم نمره دادن سخت تره، ولی یازدهم تا دوازدهم ما که فرق داره دیگه، همه درس ها فشرده شده، درس های سه سال اونا تو دو سال ما. چقدر حرف زدم. بقیه مدرسه هایی که گفتم، رئال شوله و زکوندار شوله و هاپ شوله و اینا 10 سالن و بعد 10 سال تو میتونی انتخاب کنی که آیا بری مدرسه کار، بهش میگن بروفشوله، اونجا 3 سال آوسبیلدونگ ببینی، 3 روز هفته رو میری کار میکنی، 2 روزش رو میری مدرسه و اینجوری تو بعد 3 سال یه دیپلم نمیگن دیگه، یه مدرک برای اون کاری که تو اون 3 سال یاد گرفتی داری و میتونی بری تو همون کار کنی، ادامه بدی اون شغل رو و یه جورایی اون 3 سال هم سابقه کار حساب میشه. برای مثال تو میخوای آرشگر بشی، چون درسای پزشکی و اینا رو که حتما به دانشگاه نیاز داره اونا رو اینجوری نمیتونی بری. فکر کنم هر درسی به جز وکالت و پزشکی و اینا که باید حتما دانشگاه بری و میتونی اینجوری بری. مثلا تو 10 سال رئال شولت رو رفتی، اون مینیمم مدرکی که میتونی مدرسه رو دیگه رها کنی بری سر کار رو گرفتی، حالا تو میتونی بری به بروفشوله، اونجا 3 روز از هفته تو میری تو آرشگاه کار میکنی، کار رو یاد میگیری، زیر دست سر آرشگر وای میسی یاد میگیری، 2 روز دیگر رو میری مدرسه، همین ریاضی و انگلیسی و درسه که یک آدم عادی نیاز داره یاد بگیره رو یاد میگیری. بعد 3 سال تو اون شغل رو یاد گرفتی، سابقه کار داری، میتونی بری آرشگاه خودتو بزنی. به این مدل تحصیل میگن آسبیلدونگ. خیلی هم با حتی ویزای آسبیلون میان آلمان. من راستش هیچ ایده‌ای ندارم چجوریه، لطفاً ازم راجع به مهاجرت نپرسین، همین دیگه. ولی میگم برای بعضی مدرسه ها بازم آپشن هست که اون دیپلم مدرسه رو تو کلاس 12 و 13 بگیرن، اما بازم من اگه بخوام به دوست مشاوره بدم میگم حتما سعی کن بری گیمنازیوم. همه اینا رو توضیح دادم که بگم مثلا الان بین گیمنازیومی که من میرم و شتات شوله‌ای که کنار مدرسه ماه، بین دو تا دانش آموز در آخر فرقی نیست. در آخر که جفتمون دیپلمو میگیریم، میخوایم برای دانشگاه اپلای کنیم، نمیاد نگاه کنه بگه اوکی تو گیمنازیوم میری تو حتما خیلی بهتری. اینجوری نیست. هر کدوم که توی اون دیپلم نمره بهتری، معدل بهتری گرفته باشه میره دانشگاه. در آخر مدرک گفتم یکیه. پس نه، فرق بینشون نیست. مگه اینکه بخوای بری سر کار دیگه. میگه از نظر روابط و اینا مثل فیلم‌ها که نشون میدن آزادی دارید یا اینکه نه گیر میدن و اینا؟ ما همه آزادی دنیا رو داریم. یعنی تو هر جوری بخوای لباس بپوشی، هر جوری بخوای نمیدونم حرف بزنی، موهاتو درست کنی، رنگ کنی اینا، همش هست. تا موقعی که جاهای مهمت پوشیده باشه و مشروب و سیگار و اینا با خود سر کلاس نبری، تو میتونی هر کاری که دلت میخواد تو مدرسه بکنی، هر کار. میگه از اون کمد جینگولا تو مدرسه‌تون دارین؟ بله دارین، پولیه. ولی ماهی فکر کنم من ماهی نببخشید سالی 30-40 یورو مینم. میگه چند سالته؟ بعد تنها رفتی چجوری کارش رو اوکی کردی؟ مدرسه ازت چی خواست و کلا چجوری کارهای اقامت و مهاجرت و اینا رو کردی؟ بچه من گفتم راجع مهاجرت از من نپرسین، چون من 10 سالم بود
مام بابای من اومدن آلمان، منم آوردن. هم موقع هم دیگه 3-4 ماه زبان یاد گرفتم، رفتم مدرسه. کارهای اقامتم و اینا رو راستش مام بابام انجام دادن و نه، تنها هم نرفتم. خیلی فکر می‌کنم من تنها زندگی میکنم، ولی نه، مام بابام و خواهرام هم هستن. میگه چه درسایی رو باید بخونیم؟ خب گفتم دیگه، تا مثلا کلاس دهم یه سری درس اجباریه باید حتما بخونی، ولی دیگه از 11 به بعد فقط آلمانی و انگلیسی و ریاضی رو باید بخونی. در کل مثلا درسایی که اکثر مدرسه ها دارن، باز مدرسه با مدرسه درساش فرق داره، میتونن دو تا گیمنازیوم باشن عین هم، ولی کلا درس های مختلف داشته باشن. یه سری درس ها که همه جا تقریبا یکیه، شیمی به جز اون سه تا که گفتم، فیزیک مثلا، هنر دیگه چی، بعضی مدرسه ها زبان هم یاد میدن مثلا به جز انگلیسی، اسپانیایی، روسی، چینی، حتی بعضی مدرسه فارسی هم یاد میدن، ولی خیلی کم تر کسی پیش میاد فارسی یاد بگیره. اینکه مثلا تو فیلم هم کامادا داریم، بله، لباس فرم دارین یا هر چی میخواییم میپوشین، هر چی میخواییم میپوشین، هر چی. بعضی وقتا آخر سال مثلا کلاس بالایی تم میدن، بعد کل مدرسه اون تم رو میپوشن، خیلی باحاله. اونجا هم انتخاب رشته میکنی، بله، کلاس 11 هم تو بعد خودت دیگه انتخاب رشته بخونی. برای ما مدرسه همون اینجوری بود که یه سری رشته ها رو توی گروه های مختلف گذاشته بود، توی گروه انتخاب میکردی. مثلا من الان گروه هنر رو انتخاب کردم، توی هنر ما هنر داریم، تئاتر داریم، روانشناسی داریم، این سه تا درس اصلیمونه، دیگه دورش رو میتونیم انتخاب کنیم. حالا مثلا یه سری ها هستن تاریخ رو انتخاب میکنن، تاریخ دارن، موزیک دارن، سیاست دارن، با یه چیز دیگه نمیدونم چی. یا یه سری ها هستن درسای علومو، مثلا علومه اسم چیزشون، آره، ویسنشافت رو انتخاب میکنن. اونا شیمی دارن، فیزیک دارن، شیمی، فیزیک، سیاست فکر کنم دارن، آره، یه همچین چیزایی. مثلا گروه گروه کردن مدرسه ما، بعد دیگه بقیهش رو خودت هرچی بخوای انتخاب میکنی. اما بعضی مدرسه ها هستن که اصلا اینجور گروه گروه هم نیست، تو هرچی دلت بخواد انتخاب میکنی به جز اون سه تا درسای اجباری. خانوم کلاس چندومی؟ 11 هم. اونجا بهتون نهار میدن، یعنی رستوران دارین اگه دارید رایگان یا پولی. بچه همه مدرسه های کافتریا دارن، اونجا میتونی یا برخواد چیزی بخری یا مام بابا ترماه پول بدن غذا بخوری. ولی بخوام راستشو بگم، غذا خوردن مال بچه های مثلا کلاس پنجم ششمیه، چون مثلا تو ابتدایی همه غذا میخورن دیگه. ولی اگه تو مدرسه ما الان یه کلاس هشتمی حتی یا زمی دوازدهمی هم نمیگم بره بشینه غذا بخوره، یکم مسخرش میکنه. شاید فقط تو مدرسه ما اینجوریه، ولی من خودم به شخص غذا نمیخورم تو مدرسه، مثل اینه که مامانت بیاد مثلا دنبالت. یه اجازه دارین آرایش کنین و لاک بزنین؟ بله، اینا چیزای شخصی حساب میشن، به هیچ کسی هم واقعا ربطی نداره. یعنی معلم میگه که اگه پیرسینگ میخواین بزنین اینا، فقط فکر کنم معلم ها اجازه ندارن تتو داشته باشن، یا اگه هم دارن اجازه ندارن نشونش بدن. یه این وردارم حرف میزنم، میگه درساتون سخت‌تر از ایرانه. این سوال درستی نیست، چون که ما خب یه سری درس‌ها رو داریم که اصلا ایران نداره، یه سری درس هم شما دارین که ما نداریم. ولی بخوایم نگاه کنیم، این همه تقریبا، این همه هرچی که شما یاد میگیرین و ما هم یاد میگیریم دیگه. مثلا شما ادبیات فارسی دارین، ما به جاش ادبیات آلمانی داریم. شما نمیدونم، ریاضی تقریبا همونه، ریاضی ایران تا یه جایی میدونم یکم جلوتر بود، بعدش ما همه رو میخوان یهو بهمون از یک کلاسی به بعد، اونایی که شما تو ایران زودتر یاد گرفتین و بهمون یاد بدن، بعد از اونجا به بعد ریاضی منم بد شد چون حجمش زیاد شد. آره، نه تقریبا همونه، سخت‌تر نیست. ولی درس شما هم الان سخت‌تر نیست، فکر کنین بیان آلمان همه چی آسون و اینا، نه. یه کنکور ندارین؟ اگه واسه ورود به دانشگاه چی کار میکنین؟ کنکور به اون صورت کنکور که یه امتحان میدین نه، ولی ما آبیتوا داریم. خیلی سخته بچه ها. آبیتوا به دو قسمت تقسیم میشه، یه دونه از کلاس 11 حالا اگه 13 سال در مدرسه میری تا وسط های 13، ولی من که 12 سال میرم تا وسط های 12، تو هر نمره‌ای بگیری مهمه، هر امتحانی بدی، هر چقدر تو کلاس حرف بزنی، اکتیو باشی و اینا، اون 60% نمرته. بعد اون فکر کنم مدرسه رو یکی دو ماه تعطیل میکنن، این درسایی که تو این یه سال و نیم یا دو سال و نیم یاد گرفتی و میخونی و میری برای هر درس جدا امتحان میدی. یعنی برای هر درس فکر کن یه کنکور جدا.
مثلا سری پیش آبیتورهای آلمانی توی مدرسه ما 5 ساعت طول کشید و اینجوری نیست که فقط سوالا رو تیک بزنی بین 4 گزینه. بعضی سوالا بود که حتی دوستم تعریف میکرد جوابش 5-6 صفحه شده. از اون نظر یک چیزی شبیه کنکور امتحان میگیرن که ببینن آیا تو میتونی دانشگاه بری یا نه، و هرچی بیشتر به یک نزدیکتر باشی یعنی تو معدل بهتری گرفتی و دانشگاه بیشتری میتونی اپلای کنی. فکر کنم برای پزشکی باید 1.3 بگیری. اینجوری هم حسابش میکنن که تو مثلا توی تو اصلا 13 تا درس داری، بعد نمره ما از 1 تا 6 یک بهترین و 6 بدترین، بعد توی تو این 13 تا درس هر نمره‌ای بگیری همه رو به اضافه هم میکنن تقسیم بر 13، بعد مثلا یه عددی بین 1 تا 6 در میاد دیگه، 1 ممیز یه چیزی یا 2 ممیز یه چیزی و اینا، اون دیگه معدلت میشه دیگه. هر چقدر مثلا این ممیزه بیشتر بشه، 1.9 اینا که دیگه اصلا 2 حساب میشه، چیزای کمتری میتونی تو دانشگاه اپلای کنی براش. دیگه تا 2.5 هنوز دانشگاه هایی هستن که قبولت کنن، ولی بعد اون من ترجیحم اینه که آدم خودش دوباره سال آخر رو از اول تکرار کنه و از اول امتحان رو بده، چون کم پیش میاد جایی که از 2.5 بیشتر رو قبول کنن. اگه هدف داریم به نظرم دوباره بخونیم، نه که اگه کنکور نمیدی بعد بگم خوش به حالت. به شخصه به نظر من این سیستم سخت‌تره، چون تو 2 سال هیچ وقت نمیتونی روز بد داشته باشی، چون باید هر روز خوب باشی و اینجوریه که هر درسی که میخونی بعد بره تو حافظه بلند مدتت. میدونم برای کنکور هم همینه، ولی احساس میکنم کنکور رو تو یه بار میده تموم میشه میره، ولی اینجا تو شانس گند زدن بیشتر داری. 2 سال شانس گند زدن داری. وقتی گند او گاد نمیتونم حرف بزنم. میگه برای ورود به دبیرستان انتخاب رشته میکنین، مثل اینجا نه دیگه، تو 5م میری دبیرستان، بعد از 11م تازه انتخاب رشته میکنی. نه، درسای تخصصیاتون چیان؟ هر کی واسه خودش انتخاب میکنه، فقط اون ستای اصلی همیشه هستن. توی دبستان بیشتر تمرکز رو چیه؟ مهارت یا حفظیات و حلیات؟ مهارت بکنم. بچه اینجا کلن تو آلمان روی حفظیات خیلی چیز ندارن، یعنی توی چیزای حفظ بشی براشون اونقدر مهم نیست، به جز تو زبان ها که خب اوکی تو بر کلمه جدید یاد بگیری حفظ بشی، ولی بیشتر ترجیحشون اینه که توی چیزی یاد بگیری. و مثلا سر کلاس وقتی معلم ریاضی درس میده، اینجوری نیست که یه دونه مسئله بهت بده تو اینو حل کنی بگه اوکی این مثلا تونست اینو حل کنه، انقدر بهت اونو تو مدل‌های مختلف میده، اون فرمول رو تو انقدر بعد بپیچونی جای مختلف بتونی ازش استفاده کنی که مطمئن شده تو یاد گرفتی، بعد ولت میکنه. میگه کلاس انتخابی هستن یا مثلا زبان هر کدومو بخوای بری میری؟ کلاس رو گفتم بعضی انتخابی هم، زبانم باز بستگی به مدرسه داره. مدرسه ما مثلا کلاس 6م به ما گفتش که شما میتونین یه زبان انتخاب کنین، یعنی باید یه زبان دیگه انتخاب میکردیم، انتخاب بین اسپانیایی، روسی و لاتین بود. نه لاتین انگلیسی نیست، لاتین مادر همین زبان هست، اونیه که همه دکتر رو باید بلدش باشن. من خب خودم اسپانیایی انتخاب کردم. بعد کلاس 8م گفتن حالا یا میتونید مثلا یه ورزش جدید انتخاب کنین، حالا اون میتونه یوگا باشه، مدرسه ما خیلی خفنه، ما یوگا داریم بچه‌ها، یا میتونه مثلا کلاس کامپیوتر برین یا یه زبان دیگه یاد بگیریم. برای ما مثلا بین زبان ها بین چینی و فرانسوی بود که من بزرگترین اشتباه عمرم کردم رفتم فرانسوی، و بعد بگم کسایی که از یوگا میزنن میان فرانسوی مخ فرانسوی همون چینی هن. یعنی این آدم ها حتما یه ربطی به اون زبان داشتن که اومدن. مثلا چینی ها که همه واقعا فکر نمی‌کنم آلمانی رفته باشه چینی یاد بگیره، همه نیتیو بودن رفتن چینی یاد گرفتن یا چینیشون بهتر شد، ولی مثلا برای فرانسوی همه تو کلاس یه ربطی یا به کانادا یا به فرانسه یا اون کشور چیه اونا فرانسوی حرف می‌زدن به اینا داشتن که رفتن اون کلاس، و من تنها کسی بودم که هیچی از فرانسوی نمی‌دونستم. دفعه اول اینجوری بودم که اوه شت. روز چند ساعت درس می‌خونی تو آلمان؟ از اونجایی که ما مدرسه‌مون خیلی طولانیه، میگم بعضی وقت حتی تا ساعت 4 هم هستیم، من خودم به شخصه تو خونه اگه خیلی درس بخونم 2 ساعت خیلی ها، یعنی اون موقع امتحان دارم 2 ساعت میخونم. در کل همینجوری برای خودم هدف گذاشتم روزی 1 ساعت درس بخونم، 1 ساعت ریاضی بخونم، حالا کنارش هم دیگه مشق و اینا ما انجام میدیم. در اصل معلم ها یه جوری پلان میکنن که تو وقتی مشق رو انجام میدی دیگه وقتی برای خودت نمونه، اون درس خوندن حساب میشه، چون واقعا یه مشقای خیلی خوبی هم میدن، یعنی مربوط به همون درسه، تو اونو داری انجام میدی یاد میگیری.
اگه بگم بخوام مشقا حساب کنم، آره یه روزی یه ساعت و نیم من هم درس میخونم. در آینده دوست داری چه شغلی داشته باشی؟ نمیدونم. باشه، شغل رویایی من، مسخرم نکنینا، ولی اینه که برم ارتش، میلیتر. متاسفانه هم قدم کوتاه، حتی نمیتونم پلیس بشم به خاطر قدم چون کوچولو هم. اگه الان براتون سواله 1:63. ساعت چند میری مدرسه؟ 8. همیشه مدرسه ساعت 8 شروع میشه. هر چند الان که کلاس 11 هم و کلاسم خودم انتخاب کردم، من جمعه زنگ اول ندارم. البته هستن بعضی دوستام که مثلا 3 روز 4 روز ساعت زنگ اول ندارن، کوفتشون میشه. چقدر بچه حرف زدم، نه هیچ تو بقیه هم نزدم. فکر کنم همش ادیت بره تا الان ویدیو 20 دقیقه 25 دقیقه شده.